اگر دنبال یه دسر خوشمزه، راحت و بدون فرین، حتما این دسر مسقطی رو درست کنید چون طعمش فوق‌العاده است. اول 4 تا قاشق نشاستر توی کاسه بریزین، روش آب سرد بریزین و حلش کنین. من تمامی مواد لازم رو پایین تو کپشن توضیح دادم. وقتی که نشاسته و آب رو حل کردین، بذارینش کنار. توی یه کاسه جدا 3 تا تخم مرغ بشکنین و شکر رو بریزین و مخلوط کنین. حالا توی قابلمه شیر بریزین همراه با نشاسته و آب که مخلوط کردیم و شکر و تخم مرغ. وقتی که کامل مخلوطش کردین، گاز رو روشن کنین، رو حرارت ملایم مدام همش بزنین. اصلا نباید دست از هم زدن بردارین. وقتی مسقطیتون غلیظ شد، حدودا 10 دقیقه بعد طول بکشه. بعد بهش پودر وانیل رو اضافه کنین، گلاب اضافه کنین و زعفرون اضافه کنین و دوباره حدودا 2-3 دقیقه هم بزنین تا زعفرون قشنگ رنگ باز کنه. من برای خوش طعم شدنش بهش مقداری هلم اضافه کردم و بعد از رو حرارت برش دارین. حالا نیاز به بیسکویت پتی بور داریم، 1 پیاله شیر و 1 ظرف پیرکس. بیسکویت های پتی بور رو تو شیر بغلتونین و بذارین کف ظرف پیرکستون. بعد 2 ملاقه مسقطی بهش اضافه کنین و دوباره بیسکویت های پتی بور رو بزنین تو شیر و روش بچینین. من کلن 4 لایه بیسکویت پتی بور گذاشتم و آخرین لایه رو باید با مسقطی تموم کنین. وقتی که آخرین لایه مسقطی رو ریختین، بذارین کاملا خنک شه و بعد روش رو بپوشونین و بذارین تو یخچال یه شب تا صبح بمونه. بعد از اینکه روز بعد اینو درآوردین، روش رو میتونین با هر چیزی که دوست دارین تزیین کنین. من از پودر نارگیل و گردو استفاده کردم. من خودم این دسر رو خیلی دوست داشتم، تا الان دوبارم درستش کردم. خیلی خوشمزه و خیلی راحت و ساده است. حتما درست کنین. لایک و کامنت